بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. سید رضا هاشمیان هستم و با یکی دیگه از آموزش های فرادرس در خدمت شما خواهم بود. توی فیلم آموزشی میخوایم نحوه کار با نرم افزار مایکروسافت آفیس پاورپوینت 2016 رو بررسی کنیم و ببینیم که چطور میتونیم با استفاده از این نرم افزار بیایم و اون داده هایی که میخوایم به سایر کاربران ارائه کنیم رو با استفاده از ابزارهایی که نرم افزار در اختیار ما قرار میده در قالب یک فایل استاندارد آماده کنیم و روش افکت و انیمیشن اضافه کنیم و در پایان خروجی مورد نظرمون رو بگیریم و برای ارائه های خودمون ازش استفاده کنیم. نرم افزار پاورپوینت نسبت به سایر نرم افزارها خب خیلی قوی تر هست و یه سری مزایایی داره که اولین و برترین مزیتی که نسبت به نرم افزارهای دیگه میشه گفت داره این هستش که ابزارهایی که در اختیار ما قرار میده خیلی جامع و کامل هستن. وقتی بسته نرم افزاری آفیس رو نصب میکنید، نرم افزار پاورپوینت هم روی سیستم شما نصب میشه و برای دسترسی از منو استارت میتونید بیاید و عبارت پاورپوینت رو وارد کنید، یا اگه به منو استارت شاخه آل پروگرام خودتون برید، نرم افزارهایی که براتون نصب شده رو میتونید مشاهده کنید. داخل ویندوز 10 چون میاد بر اساس حرف اول دستبندی میکنه به این صورت قرار میگیره، اما داخل سیستم عامل های دیگه خب چون گروه بندی خاصی نداره معمولا در ابتدای لیست و قسمتی که نرم افزارهایی که هیچ گروهی ندارن برای شما قرار میگیره. خب وقتی نرم افزار رو برای بار اول باز میکنید این صفحه به شما نمایش داده میشه که داخل این صفحه شما میتونید بیاید یک فایل رو ایجاد کنید یا از فایل هایی که قبلا ایجاد شدن و استفاده کردید اونها رو باز کنید و ادامه کار ویرایش اطلاعات رو انجام بدید. همونطور که مشاهده میکنید این صفحه شامل سه قسمت ریسنت، اوپن آدر پرزنتیشن و قسمت انتخاب تمپلیت برای ایجاد فایل جدید هستش. وقتی در دفعات قبلی فایلی رو باز کرده باشید داخل قسمت ریسنت اون فایل هایی که در دفعات قبلی باز کردید رو میتونید مشاهده کنید. در صورتی هم که فایلی رو از جای کپی کردید و تا الان روی سیستمتون باز نکردید از قسمت Open Other Presentation میتونید بیاید و وارد صفحه Open بشید و اون فایل خودتون رو باز کنید. فقط به یه نکته توجه داشته باشید. داخل پنجره Open علاوه بر اینکه شما میتونید لیست فایل هایی که در دفعات قبلی باز کردید رو مشاهده کنید، میتونید به فضای ابری وان درایو یا داخل کامپیوتر خودتون بیایید و اون فایل هایی که میخواید رو انتخاب کنید. در صورتی هم که روی گزینه براوز کلیک کنید پنجره اوپن فایل رو بهتون نمایش میده و میتونید داخل کامپیوترتون به اون مسیری که فایل هاتون هست برید. خب ما برگشت میزنیم به صفحه قبلی و داخل این صفحه من میخوام بیام و یک فایل جدید ایجاد کنم. برای ایجاد کردن فایل جدید من میتونم بیام از گزینه بلانک پرزنتیشن استفاده کنم که یک فایل خالی در اختیار من قرار میده. من روی این کلیک میکنم و مجدد نرم افزار رو باز میکنم، یا میتونم بیام و از تمپلیت های دیگه استفاده کنم. دلیل اینکه برخی از تمپلیت ها در حال حاضر لود شدن و داره به من نمایش میدن هستش اگه به اینترنت متصل باشید بس میشه به اینترنت و اون تمپلیت هایی که هست رو بهتون نمایش میده. من میخوام با استفاده از این تمپلیت یه فایل جدیدی رو ایجاد کنم. تمپلیت رو انتخاب میکنم. این تمپلیت الان 4 تا رنگ بندی داره. رنگ بندی که میخوام رو انتخاب میکنم، روی گزینه کرییت کلیک میکنم. همونطور که مشاهده میکنید یک فایل جدید با استفاده از اون تمپلیت برای من ایجاد شد. حالا اگه đang là rau cải đây các bạn nha, đang là rau mình nấu như trứng các bạn.
میدم دو مگاه.